با بهترین درودها بر شما هممیهنان ارجمندم در همه جای جهان، خاصه هممیهنان و همراهان همیشه ایران فردا در مام میهن ایران زمین. همچون همه شبها 5 شب در طول هفته بیننده برنامه شامگاهی صفحه 1 هستید که با تازه های از آخرین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان مهمان خانه های شما خواهد بود. نخست مروری بر سرخط خبرها. باستاب گسترده پاسخ شیخ ناطق نوری و هشدار از فساد فزاینده در ارکان نظام جمهوری اسلامی، ادامه خرید هواپیماهای مسافربری از سوی جمهوری اسلامی ایران، این بار با حضور 100 نماینده قول هواپیماسازی جهان ایرباس در تهران، کماکان جدال‌های برجامی و گمانه‌ها از احتمال لغو یکسویه توافقنامه هسته‌ای از سوی دولت جدید آمریکا، آخرین تحولات منطقه‌ای با بازپسگیری کامل شهر حلب از دست شورشیان مسلح، همزمان هشدار دبیرکل سازمان ملل از احتمال بروز فاجعه انسانی در این شهر تاریخی، در ترکیه موجی از بازداشت‌های مخالفین عمدتاً منتسب به حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از انفجار در استانبول، و بالاخره کمی دورتر در آمریکای شمالی مجدداً جدال‌ها حول هک احتمالی سیستم انتخاباتی آمریکا از سوی روسیه و اجماع جمهوری‌خواهان برای تحقیق لازم نسبت به هر گونه مداخله روس‌ها، در سوی دیگر جدال حول بازشماری آرا در برخی از ایالت‌ها با توقف بازشماری در پنسیلوانیا یا آمریکا سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 23 آذر ماه ایرانی است که در طول 25 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا بازخوانی مشروح اهم مطالب امشب، همچون همیشه و همه شب با ما باشید و بنشینید به خانه بازخواهیم گشت. با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز و همراهان هماره ایران فردا. خبرها و نظرهای امشب را نخست با چند خبر کوتاه از ایران و منطقه میگشاییم. تنها 1 روز پس از انعقاد قرارداد بوئینگ با ایران برای فروش 80 فروند هواپیمای بوئینگ، اعلام شد که ایرباس نیز برای فروش هواپیماهای خود وارد آسمان ایران شد. در این میان یک مقام عالی وزارت راه اعلام کرد نمایندگان ایرباس برای نهایی کردن خرید 100 هواپیما در ایران حضور یافتند و ظرف 1 هفته قرارداد خرید هواپیما از این شرکت نیز نهایی خواهد شد. اصغر فخریه روز دوشنبه 22 آذر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکرات با نمایندگان شرکت ایرباس آغاز شد و اگر مشکلی پیش نیاید ظرف 1 هفته آینده قرارداد نهایی برای خرید حدود 100 هواپیما از این شرکت امضا خواهد شد. در همین حال فرهاد پرورش مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی که با تلویزیون ایران داشت گفت که مذاکرات برای نهایی کردن قرارداد ایرباس در جریان است و پیش بینی می شود این مذاکرات در 1 یا 2 هفته آینده به اتمام برسد. ایشان با اشاره به اینکه مذاکرات خرید هواپیما از ایرباس زودتر از بوئینگ آغاز شده بود، پیش بینی کرد که نخستین هواپیماهای خریداری شده از ایرباس پیش از نوروز سال 96 وارد ایران شود. به گفته آقای پرورش، بر اساس قرارداد با بوئینگ تحویل 15 فروند از هواپیماهای 777 اواخر آبان سال 97 و تحویل هواپیماهای 737 از سال 2021 آغاز می شود. معاون مدیرعامل بوئینگ نیز اعلام کرده بود که این شرکت پس از تایید دولت آمریکا قرارداد با ایران را نهایی کرد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در شهریور ماه اعلام کرده بودند که دولت ایالات متحده مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. ادامه می‌دهم. و اما در عرصه مطبوعات ایران جدال هوایی در واقع در گرفته بود. تیمی از و طیفی از رسانه‌های دست‌راستی خاصه به رهبری کیهان از منظر و زوایای مختلف به ماجرا نگاه کردند و با بکارگیری عبارت‌های منفی سعی در ناچیز انگاشتن این اقدام دولت داشتند. در حالی که روزنامه‌های اقتصادی در تهران همچون روزنامه جهان صنعت
از این رویداد به عنوان تحول در بازار کار ایران یاد می‌کنند که با امضای قرارداد بوئینگ حاصل خواهد شد. در سوی دیگر ماجرا، روزنامه همچون کیهان از آن به عنوان هواپیماهای کاغذی در آسمان ایران یاد کرده بود. به هر روی، کیهان در گزارش اصلی شماره امروز با عنوان پرواز هواپیماهای کاغذی در آسمان انتخابات، پارسال ایرباس، امسال بوئینگ، تلاش میکرد که مجموع قراردادهای مذکور رو به نحوی از آنها به فعالیت‌های انتخاباتی پیش روی ریاست جمهوری ربط دهد که دولت روحانی به زعم کیهانی‌ها برای برد بیشتر شاید در عرصه انتخابات دست به این گونه معاملات می‌زند. این روزنامه تحت امر نهاد رهبری ایران در بخش‌های از این گزارش این گونه اشاره می‌کرد که بهمن ماه سال گذشته، در حالی که اندکی از نهایی شدن توافق برجام گذشته بود و از طرف دیگر جامعه به تدریج در تکاپوی انتخابات مجلس قرار می گرفت، هیاهوی قرارداد با یکی از قولهای هواپیماسازی جهان یعنی ایرباس به صورت گسترده مطرح شد. کیهان در ادامه این گزارش که با انتشار صفحات نخست روزنامه های دیروز، یعنی روزنامه های ناهمسوی دیروز، اصل این رویداد را با اهداف انتخاباتی برمی شمرد، نتیجه می گرفت که اکنون نیز در حالی که دست دولت از وعده هایی که داد خالی است، دوباره موضوع خرید هواپیما به تیتر یک روزنامه های زنجیری تبدیل شد. البته به زعم کیهانی ها این یکی هم مانند چند بار قبل هواپیمای کاغذی است که گویا مأموریت آنها پرواز در آسمان انتخابات است. با این روی کرده کیهانی، در سوی دیگر ماجرا روزنامه اطلاعات به جواب کیهان نشینه ها برآمده بود. آقای محمد صادق جنان صفت، یکی از روزنامه‌نگاران زبده عرصه اقتصاد سیاسی، با نقد روش کیهانی ها در روزنامه اطلاعات به پاسخ کیهانی ها برآمد. جنان صفت در این یادداشت به مشکلات دولت روحانی پرداخت و معتقد بود که این دولت از طرف مردم و افکار عمومی هم تحت فشار است که مناسبات ایران و جهان را به سوی تعامل مفید پیش ببرد، نرخ تورم را مهار کند، رکود برجای مانده از سالهای گذشته را برطرف و رونق را به فعالیت اقتصادی برگرداند. اما مثل هر دولت دیگری بدون مشارکت همه نیروهای کارآمد، ورزیده و دلسوز داخلی و بدون استفاده از امکانات بین المللی، توانایی تأمین همه خواستها در حد اکثر خود را ندارد. نویسنده روزنامه اطلاعات با انتقاد از شیوه نقد منتقدان دولت روحانی نوشت که منتقدان اما نه تنها دست دولت را نمیگیرند تا شرایط کشور را از وضع نامساعد فعلی رهایی دهند، بلکه پای دولت را نیز در تله میگذارند. به طور مثال، اگر دولت کاری نکند تا سرمایه گذاری خارجی جذب شود، در بوق می کنند که دلاری برای سرمایه گذاری به ایران نیامد. اگر ایران نتواند قراردادی برای نوسازی حمل و نقل منعقد کند، می گویند نتیجه برجام چه شد و موارد مشابهی که برمی‌شمرد. نویسنده روزنامه اطلاعات در پایان این گونه نتیجه گرفته بود که روش مبارزه سیاسی در ایران، به ویژه از سوی یک گروه نچندان نیرومند که سبد رأی محدودی دارند، به گونه‌ای است که منافع ملی را زیر پای تمایلات کوتاه نگرانه خود قربانی کرده و به هیچ اصل ارزشی اعتقاد عملی نشان نمی‌دهند. از منظر آقای جنان صفت، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم تهران، این روش مبارزه سیاسی در ایران به دلیل استفاده از امکانات ملی و حکومتی شکل نامناسبی پیدا کرده و فانوس امید و شادابی را خاموش می‌کند و سیاست را به سمتی هدایت می‌کند که نیروهای اندیشمند، دلسوز و فهیم از ورود به آن اجتناب کرده و سرزمین کمسویی نصیب آیندگان شود. در ادامه برنامه خبرها و نظرها، امشب سه‌شنبه 23 آذر ماه ایرانی، می‌خوانیم و می‌کاویم آخرین باستاب اظهار موضع علی اکبر ناطق نوری رو که در واکنش به اظهارات فاضل لاریجانی از برادران خاندان لاریجانی که پیشتر در فراری رو به جلو برای بررسی اموالش گفته بود که اموال اقوام ناطق نوری را بررسی کنید. بیشین روزنامه‌های نزدیک به طیف تحول‌خواهان و جناح اصلاح طلبان به پوشش گسترده این رویداد پرداخته بودند، در حالی که روزنامه‌های دست راستی با سکوت سفری کردند. ناطق نوری که خود شیخی از شمال ایران است و دیری است که علی‌رغم داشتن پست رئیس دفتر بازرسی نهاد رهبری ایران، اما به نحوی منزوی در عرصه قدرت به نظر می‌رسد، در نقدی تند از موج فسادهای فزاینده در ارکان نظام جمهوری اسلامی انتقاد کرد که رتبه فساد در ایران را عملاً معادل حقارت خواند.
از جمله اینها روزنامه وقایع اتفاقیه با اشاره به تعبیر ناطق نوری از مفاسد اقتصادی در همایش اتاق بازرگانی گفت که رتبه فساد در ایران حقارت است. روزنامه شهروند نیز موضوع اصلی را به نقد ناطق نوری اختصاص داده و نقل از رئیس دفتر بازرسی رهبری ایران از فساد گسترده در کشور، از تملق و رودربایستی و باندبازی در انقلابیون سال 57 در ایران پرده‌هایی تازه کنار زد. این گزارش که به عنوان ناطق علیه فساد منتشر شده بود به نامعلوم ماندن قاچاق کالا در کشور نیز اشاره کرد که از قضا تریلی تریلی جابجا می شود، آن هم جلوی چشم صدا و سیمای ایران. روزنامه میانه روی شرق در عنوان گزارش اصلی خود صرفا به پاسخ ناطق به اتهامات اشاره کرد، در گوشه از این گلایه نگاش تو هم با گوشه و کنایه ناطق نوری گفت که بازرسی منافع برخی افراد را به خطر می اندازد. روزنامه اسرار نیز ناطق نوری را بر صدر صفحه نشاند و به نقل از شیخ شوریده شمال هشدار داد که تملق و باندبازی همانند موریان انقلاب را از درون می‌خورد، که البته بایستی می‌گفت خورده است. در این میان روزنامه تجارت که موضوع اصلی را به عنوان بغض شیخ ترکید، به نقل از ناطق نوری اعلام کرد که هر موردی از بستگان بنده دارید رو کنید. و در نهایت روزنامه دست راستی رسالت که علارغم بروز زوایا با ناطق نوری اما به علت شاید دوستی دیرین اعضای تحریریه و صاحبان این رسانه با ناطق نوری، با خانشی آماری سعی داشت به پوشش افشاگری های این مقام منصوب به رهبری بپردازد. نوشته بود که چرا در فساد از رتبه 87 به 136 رسیدیم، که البته سوالی است که مردم ایران دارند و این مسئولین بایستی پاسخگوی آن باشند که گویا این روزها جای شاکیان و شحنگان نیز عوض شده است. اعلام و افشای فسادهای سازمان یافته در ارکان نظام جمهوری اسلامی در حالی است که پس از ظهور فسادهای حیرت آور همچون زمینخواری، کوهخواری و دریاخواری و بعضن آسمان و هواخواری نیز همینک مجددا نسبت به فروش خاک ایران هشدارهای آشکاری داده شد. در این راستا و در تازه‌ترین واکنش‌ها، یک روز پس از هشدار رئیس سازمان محیط زیست درباره قاچاق خاک ایران، خاک قرمز و خاک سرخ در جزیره هرمز، رئیس جمهور ایران در این راستا اعلام کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد منتقل می‌کنند و می‌برند. بنابر گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، حسن روحانی دیروز دوشنبه در یک سخنرانی با اشاره به اهمیت حفظ آب و خاک کشور گفت که اگر این دو را از دست دهیم در بلند مدت هیچ نخواهیم داشت. ایشان در همین راستا و مضمون اضافه کرد که ما توسعه کشاورزی پایدار می‌خواهیم، نباید بگذاریم خاک نابود شود. در کشورهای جنوبی خلیج فارس می‌بینید که خاک چقدر ارزش دارد و با لنج خاک ایران را برای کشاورزی و سایر مقاصد می‌برند. همان گونه که آگاهید، یک روز پیش از سخنان حسن روحانی، خانم معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران نسبت به قاچاق خاک از جنوب ایران به مسئولین عمومی ایران هشدار داده بود. خانم ابتکار با اشاره به قاچاق خاک از جزیره هرمز گفته بود که این سازمان بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگل‌ها، مراتب آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است. رئیس سازمان محیط زیست ایران در سخنان خود اشاره کرده بود که خاک بسیار ارزشمند است و قاچاق آن یک تهدید محسوب می شود. از این رو لایحه حفاظت از خاک را که در حال بررسی است هرچه زودتر به مجلس ارائه خواهیم کرد. پیش از این نیز گزارش هایی درباره انتقال خاک کشاورزی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح شده بود. لازم به توضیح که اشاره کنم که در روزهای گذشته خانم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور ایران درباره قاچاق گسترده خاک جنوب ایران به ویژه جزیره هرمز در خلیج فارس هشدار داده بود، تا جایی که حسین هاشمی تخت پرور نماینده بندرعباس در واکنش به سخنان ابتکار گفته بود که نخستین بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را میشنود، و تأکید کرد که بنیاد برکت خاک این منطقه را به طور قانونی میفروشد. خبرها را با سایر مطالب منتخب پی میگیریم. در برنامه دیشب اشاره شد که حسن روحانی در کاخ ریاست جمهوری میزبان علمای اهل سنت ایران بود. در آن میان مولانا عبدالحمید، چهره سرشناس ایرانی در استان سیستان و بلوچستان، نکته هایی به روحانی گفت که نشان از رنج این طیف از هممیهنان ایرانی من
در حوزه مناطق و جغرافیای مختلف ایران دارد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گویا در آن نشست با روحانی خواستار تأمین آزادی‌های مذهبی، استفاده از شایستگان اهل سنت و احداث مسجد اهل سنت در تهران شده است. این نشست روز یک شنبه در تهران برگزار شده بود، اما گویا اظهارات آقای مولوی عبدالحمید و دیگر رهبران مذهبی شرکت کننده در این مراسم روز دوشنبه در وبسایت سنی آنلاین منتشر شد که احتمالاً محتسبان سانسور به رصد لازم داشتند. بر پایه این گزارش مولوی عبدالحمید در این نشست از این موضوع انتقاد کرد که بجز تعدادی از نمایندگان مجلس، اهل سنت در پست‌های مدیریتی دیگر از جمله وزیر و معاون وزیر حضور ندارند. ایشان تأکید کرد که به کارگیری اهل سنت در ادارات حتی در مناطقی با اکثریت ساکنان سنی بسیار معدود است و حتی در برخی از مناطق هیچ استفاده از شایستگان اهل سنت نشده است. بنابر اظهارات این روحانی برجسته اهل سنت ایرانی، در بعضی از ادارات در مناطقی با اکثریت جمعیت سنی از میان 300 تا 400 کارمند یک اداره تنها 15 نفر اهل سنت هستند. در ادامه برنامه خبرها و نظرها، جدال برجامی و خط و نشان کشیدن‌های دو طرف اصلی مذاکرات یعنی ایران و آمریکا کماکان و بی‌وقفه ادامه دارد. تا جایی که در ایران صدای تهدید هشدار و انذار از سوی مردان منصوب به علی خامنه‌ای رهبری ایران در خصوص جدال برجامی به گوش می‌رسید. در تازه‌ترین واکنش‌ها علی اکبر ولایتی مشاور خامنه‌ای رهبر ایران و عضو هیئت نظارت بر برجام گفت که جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکایی‌ها و مصوباتی که مجلس آمریکا داشتند حتما موضعی مناسب اتخاذ خواهد کرد و اعلام نتیجه دور نخواهد بود. ایشان در ادامه اظهارات خود افزود که جزئیات تصمیم‌هایی که در جلسه چهارشنبه این هیئت گرفته شد به زودی به آگاهی مردم خواهد رسید و یقینا مردم از شنیدن آن نیز خوشحال و دشمن ناامید خواهد شد. مشاور رهبر ایران گفت که ایران به تعهدات خود در اجرای برجام عمل کرد، اما آمریکایی‌ها به خصوص در رابطه با حوزه اقتصادی به وعده‌های خود عمل نکردند. علی اکبر ولایتی در ادامه بیانات خود اشاره کرده بود که قرار شده فعلا جزئیات این تصمیم گفته نشود، هرچند افزود که اعلام نتیجه نیز دور نیست. ادامه می‌دهم با تحلیل برخی از روزنامه‌ها، جدال‌ها در میان جناح‌ها بعضن از سوی نظامیان سپاه به سمت نوعی همدلی و همافزایی خود را نشان می‌دهد. روزنامه جوان تریبون سپاه پاسداران در حالی تمام نیم صفحه اصلی را به هماغوشی سرداران سپاهی آراست که تلاش داشت جابجایی در جبهه نظامیان را عادی جلوه دهد، در حالی که نقدی غیب پرور دیگر پاسدار سردار را به آغوش می‌کشد. سردار جعفری نیز شاهد آن هماغوشی هاست که بیشتر این روزنامه در تلاش بود که به خوانندگان این گونه القا کند که برکناری تیمسار نقدی و آمدن غیب پرور یک جابجایی معمولی و سازمانی است که در طول دوره‌ها شاید صورت می‌گیرد، اما دیروز به نقل از آقای سردار دیگر رحیم صبوی ساکن بیت خامنه‌ای اشاره شده بود که انتخاب غیب پرور نشان از علائم و نشانه‌های خاص دارد. روزنامه جوان در بخش از گزارش اصلی خود که به جلسه تودی و معارفه رؤسای سازمان بسیج قدیم و جدید اختصاص داشت، بار دیگر بدون ملاحظه جایگاه مردمی بسیج صریحا اعلام کرد که بسیج اهل تعامل با همسویان رهبری است، که در واقع خانش دیگر این مطلب و موضوع همانا شبه نظامیان و بازوی نظام رهبری ایران برای سرکوب مردم در روز مباد است. مجموعه ای از خبرها و نظرها را از ایران دیدیم و شنیدیم. تا ثانیه‌های دیگر با تازه های دیگر و صفحات تازه از صفحه یک به صفحه رسانه‌هایتان باز خواهیم گشت. با ما باشید و بنشینید. با درودی دوباره محضر یکایک شما بینندگان عزیز ایران فردا، کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که با تازه ترین خبرها از ایران، منطقه و جهان مهمان خانه های شماست. همینه با تازه های از آخرین خبرهای منطقه برنامه رو پی میگیرم. سوریه و بازپسگیری حلب از چنگ شورشیان بر صدر رسانه های جهان جای گرفت و در روزنامه های تهران نیز
با عنوان حلب آزاد شد انعکاس گسترده یافت. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که نبرد حلب با پیشروی بزرگ نیروهای دولتی و متحدانش به پایان خود رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن افزود که مخالفان مسلح از 6 محله حلب که آخرین پایگاه آنها بود عقب نشینی کردند. او در این باره توضیح داد که جنگجویان اپوزیسیون در پی از دست دادن محله شیخ سعید واقع در جنوب حلب از همه محله ها به ساحل شرقی رود حلب عقب نشینی کردند. در همین حال سرلشکر زبیر صالح رئیس کمیته امنیتی در حلب گفت که عملیات ارتش سوریه برای بازپسگیری مناطق شرق حلب از کنترل مخالفان در مراحل آخر خود قرار دارد. این مقام نظامی دولتی سوریه که در محله شیخ سعید پس از بیرون راندن مخالفان مسلح از آن در جمع خبرنگاران سخن میگفت افسوده بود که جنگ در حلب باید سریع به پایان برسد. وقت برای آنها بسیار کم است. یا باید تسلیم بشوند یا کشته شوند. پیش از آن نیز وزارت دفاع روسیه در بیانیه رسمی اعلام کرده بود که نیروهای دولتی سوریه کنترل بیش از 95% حلب رو در دست گرفتند. این بیانیه افزوده بود که از آغاز نبرد حلب تاکنون بیش از 2200 تن از جنگجویان اپوزیسیون تسلیم شده و حدود 100,000 غیر نظامی از مناطق شرق حلب که در کنترل مخالفان قرار داشت خارج شدند. این در حالی است که در تازه ترین واکنش ها بان کیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به گزارش های از وقوع احتمالی فجایع انسانی علیه شمار بزرگ از غیر نظامیان در حلب سوریه ابراز نگرانی کرد. آقای بان کیمون همه طرف ها به خصوص دولت سوریه و متحدان آن را ترغیب کرد از غیر نظامیان محافظت کنند. یان گلن مشاور حقوق بشر سازمان ملل نیز پیشتر گفته بود که سوریه و روسیه جوابگوی فجایعی هستند که شبه نظامیان وفادار به دولت ممکن است مرتکب آنها شوند. لازم به توضیح است که بستان القصر یکی از 6 محله کلیدی بود که در واپسین ساعات دیروز از کنترل نیروهای شورشی خارج شد. در این میان عمده روزنامه‌های تمام حکومتی در تهران با عنوان حلب آزاد شد راهی پیشخوان نشریات شهر شده بودند. از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و همینطور روزنامه خراسان در این اعداد و شمار بودند که از آزادی کامل حلب خبر دادند، که البته هنوز این گونه به طور مطلق نیست و 10% از خاک حلب هنوز تحت سیطره شورشیان مسلح سوری است. خبرهای منطقه‌ای را با رویدادی فرا منطقه‌ای دنبال می‌کنیم. مجادلات جناحی پسای انتخابات در آمریکا بر صدر بسیاری از رسانه‌های این کشور، جهان و حتی ایران جای گرفته بود. در اقدامی فراجناحی رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره در واکنش به گزارش اخیر سازمان امنیت آمریکا سیا دخالت روسیه در انتخابات آمریکا رو محکوم کرده و خواستار تحقیق در این باره شده اند. از سوی دیگر کارزار انتخاباتی خانم هیلاری کلینتون هم بیانیه منتشر کرده و خواهان روشن شدن نقش روسیه در انتخابات شده است. پول رایان رئیس مجلس نمایندگان در بیانیه اشاره کرد که همه باید حملات سایبری علیه روند دموکراتیک آمریکا را که از جانب کشورهای دیگر حمایت شود محکوم کنند. همچنین میچ مک‌کانل سناتور جمهوری خواه که رهبری اکثریت را در سنا به عهده دارد نیز شدیداً این حملات را محکوم کرده است. ایشان گفت کمیته اطلاعاتی سنا باید این مسئله را بررسی کند. پول رایان در بخشی از بیانیه خود نوشت که ایجاد شبهه در کار نهادهای امنیتی و جناحی خواندن آن برای کشور مضر است. به گفته بیشین خبرنگاران اظهارات آقای رایان را میتوان انتقادی تلویحی از رئیس جمهور منتخب آمریکا و سخنرانش در واکنش به گزارش سیا درباره نقش هکرهای روسی در انتخابات آمریکا تعبیر کرد. در واکنش به این تحولات خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته بود که سیا دلیل کافی برای دست داشتن روس‌ها ارائه نکرده است. به نظر رئیس جمهور منتخب آمریکا سیا وارد کار جناحی شده است. همون گونه که آگاهید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سازمان سیا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که هکرهای روس پشت حملات سایبری به سرورهای حزب دموکرات قرار داشتند و قصدشان اثرگذاری بر انتخابات آمریکا و انتخاب دونالد ترامپ بوده است. سیا افزود که هکرها ایمیل های جمهوری خواهان را هم هک کرده بودند اما محتوایشان را منتشر نکردند. گویا وقت برنامه امشب در همین مقال و مجال به پایان رسید. بر خبر دیگر رو تنظیم کرده بودم که گلایه های آقای قالیباف بود. در روزنامه اعتماد انعکاس یافته بود که گویا به هرچه انتخاباتی تر کردن فضای ایران
میکوشد، از جمله گفته بود که پول شهرداری را نمیدهند و با ما رفتار سیاسی میکنند، که پیشتر نیز یک فایل صوتی از ایشان منتشر شده بود و نشان از ناراحتی ایشان از مردان دولت دارد و روزنامه اعتماد گرایی داشت که آقای قالیباف در هر هفته 6 فقره انتقاد از دولت میکند. با این مطلب وقت برنامه امشبمان به پایان رسید. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.